سرخط خبرها و مهمترین ها. حدود 200 افغان تخلیه شده تحت تعقیب امریکا. طالبان: می خواهیم با آلمان روابط دیپلماتیک داشته باشیم. فهیم دشتی: دشمن در منطقه دالانسنگ شکست خوردن. گلبهار در تصرف مقاومتگران: طالبان عقب زده شد. برگزاری نشست مجازی وزیران خارجه و نمایندگان ویژه همسایگان افغانستان و همچنان در پایان. آمادگی تاجکستان برای جابجایی خطرناکترین نیروهای نظامیش برای نجات در پنجشیر. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. سرویس اطلاعاتی امریکا در حال بررسی امنیت اضافی حدود 200 افغان تخلیه شده هستند. مارک میلی رئیس کمیته مشترک فرماندهی نیروهای نظامی امریکا گفته است که نیروهای امنیتی این کشور برای امنیت بیشتر حدود 200 نفر را اثر انگشت و بایومتریک میکنند. جنرال خاطر نشان کرده است حدود 30,000 نفر در پایگاه رامشتاین این روند را طی کردند. فکر میکنم حدود چند صد نفر مورد توجه قرار گرفتند. میلی افزود افراد مشکوک تحت بررسی های اضافی توسط FBI قرار دارند. وای اظهار نظر کرد که فروپاشی نیروهای مسلح افغانستان سریعتر از آنچ انتظار میرفت رخ داد. با گفته میلی، به اعتمادی مردم به دولت افغانستان و طالبان کمک کرد تا قدرت را در دست بگیرند. طالبان: می خواهیم با آلمان روابط دیپلماتیک داشته باشیم. در پی قدرتگیری نیروهای طالبان، سفارت آلمان در کابل تعطیل شد. حال طالبان خواستار برقراری مناسبات دیپلماتیک با آلمان شدند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان روز یک شنبه در مصاحبه که با نشریه آلمانی داشته بود گفت: ما خواهان روابط دیپلماتیک قوی و رسمی با آلمان هستیم. به گفته وی طالبان همچنان مایلند از آلمان و سایر کشورها کمک‌های مالی و نوع دوستانه دریافت کنند و همچنان با افغانستان در رابطه با مسائل مربوط به درمان، کشاورزی و آموزش همکاری کنند. در پی قدرت گیری نیروهای طالبان، سفارت آلمان در کابل تعطیل شد. با این حال آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و هایکو ماس وزیر خارجه این کشور رد نکردند که آلمان در آینده در افغانستان نمایندگی خواهند داشت، اما این بستگی به شرایط دارد. فهیم دشتی: دشمن در منطقه دالانسنگ شکست خورده است. سخنگوی جبهه مقاومت میگوید که دشمن در منطقه دالانسنگ شکست خورده است. فهیم دشتی سخنگوی جبهه مقاومت در تویترش خبر داد که دشمن در منطقه دالانسنگ شکست خورد. اشغال آنابه و خنج پنجشیر هیچ واقعیت ندارد و ادلا دادند که قهرمانان مجرب و جدید نیروهای مقاومت در خط مقدم جبهه ها حضور پیدا کردند. با گفته وی رزمندگان آزادی مدبرانه با رویه بالا آماده هر نوع حمله و یورش هستند. وی همچنین گفت که تهاجم دشمن زبون مثل همیشه ناکام و محکوم به شکست است. پیش از این سخنگوی جبهه مقاومت در تویترش درباره درگیری های پنجشیر نوشت: حدود 600 ترورست طالب از بامداد امروز در نقاط مختلف پنجشیر کشته شدند. امروز 10,000 طالب جنگجو اسیر و یا تسلیم شدند. دشت ریوت قیچی شده و اکمالات به ترورست ها از دیگر ولایت قطع شده است. تمام تجهیزات طالبان به دست نیروهای مقاومت افتاده است. درگیری پراگنده شدید همکنون ادامه دارد. گلبهار در تصرف مقاومتگران: طالب عقب زده شد. اخبار به نشر رسیده است که بیانگر تصرف منطقه گلبهار به دست نیروهای مقاومت است. در حالی که جنگ در پنجشیر ادامه دارد، یک جوان که در تصویر دیده نمی شود دقایق پیش ویدئویی را منتشر کرده که از تصرف پوسته طالبان در گلبهار در عقب جبهه طالبان سخن می زند.
اعضای هم صفحه مقاومت دوم ادعا کرده است که در نبردهای شب گذشته شمار زیاد از طالبان کشته شدند. بر اساس گزارش ها طالبان روز گذشته موفق شدند ولسوالی های شتل، آنابا و پریان پنجشیر را تصرف کنند. طالبان از قسمت پایان الی تاواخ پیش رفته بودند، اما از تمام قریجات پنجشیر برای طالبان زد حملات صورت گرفته است که در نتیجه تمام مناطق را از دست دادند. امام علی رحمان: اگر در جمع اسیران طالب کدام پاکستانی ثبت شود، تاجکستان به حمایت جبهه پنجشیر نیروی آموزش دیده میفرستد. برگزاری نشست مجازی وزیران خارجه و نمایندگان ویژه همسایگان افغانستان. در جریان تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و پاکستان توافق شد تا نشست همسایگان افغانستان در سطح نمایندگان ویژه و همچنین وزیران امور خارجه تا چند روز آینده به صورت مجازی برگزار شود. به نقل از فارس، در تماس تلفنی دیشب شنبه شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان با حسین وزیر امور خارجه آخرین تحولات افغانستان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در این تماس تلفنی، پیرو ریزنی های چند روز گذشته وزیر امور خارجه کشور با همتایان روسی و چینی توافق شد. اجلاس همسایگان افغانستان در سطح نماینده های ویژه و همچنین وزرای امور خارجه تا چند روز آینده به صورت مجازی برگزار شود. گفتنیست شاه محمود قریشی در سفر منطقه به سه کشور آسیای مرکزی به تهران آمد و با حسین دیدار و گفتگو کرد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار از پیشنهاد همتای پاکستانی برای برگزاری نشست وزرای خارجه شش کشور همسایه استقبال و آمادگی کشورمان را برای برگزاری نشست در روزهای آینده در تهران اعلام کرد. قیصری: در جای امن هستم. قوم: خوب چیز بوده. فرمانده پیشینی نیروهای محلی فاریاب با نشر ویدئوی از تندرستیش خبر داد. نظام الدین قیصری فرمانده پیشین نیروهای محلی فاریاب با نشر ویدئوی از تندرستیش خبر داده و گفت که با کمک خداوند و قوم اکنون در جای امن قرار دارم. قیصری در این ویدیو میگوید که در جای امن هستم و مشکلات رفع شد. قوم خوب خوب چیز است. قوم که داشته باشی در هر جای به درد میخورد. او همچنان میافزاید که در جریان چند سال سه بار بر او یورش و اسیر شد که به فضل خداوند تاکنون تندرست است. یادآوری میکنیم که با فروافتادن شهر مزار شریف، قیصری از سوی جنگجویان گروه طالب پشتون تبار دستگیر شده بود. پس از آن با کمک جنگجویان طالبان ازبک تبار آزاد و به او اجازه داده شد تا از افغانستان بیرون شود. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدئوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدئوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم.